در واقع قوانین کشورها در بسیاری از موارد نشان دهنده وضعیت کلی جایگاه و آزادی اندیشه و دین هست، حالا چه گرایش به دین خاص چه گرایش به بیدینی و خدا ناباوری، و این ارتباط مستقیم حداقل در عصر امروز لزوما همونطور که جناب ماشینچیان هم فرمودن نداره با مسئله دین رسمی. یعنی دین رسمی میتونه به عنوان یک مفهوم نمادینی وجود داشته باشه، ولی قوانینی محکم برای حفظ حقوق و تضمین حق آزادی اندیشه و مذهب وجود داشته باشه. اما نهایتا نقش رسمیت بخشیدن به یک دین خاص رو در هر جامعه‌ای نمیشه انکار کرد، برای اینکه دولت فارغ از اینکه ابزارهای اجرایی و ابزارهایی برای اعمال یک سیاست خاص داره که شامل ابزارهای اقتصادی اون هست و ابزارهای در واقع قانونی اون و سایر ابزارهایی که در اختیارش داره، از جمله قدرت بازدارندگی اون در مقابل بعضی اقدامات و بعضی گرایش ها، وقتی که دولتی از یک اندیشه خاصی رسما حمایت میکنه یا اون یا برای اون یک در واقع ارزش یا جایگاهی ویژه قائله، به طور خاص سایر اندیشه ها، سایر گرایش های فکری، سایر روند های مذهبی و آینی رو به شکلی به حاشیه خواهد راند، و این به معنایی نیستش که اونها لزوما سرکوب خواهند شد، اما به این معنا هستش که یک مرکزیتی شکل گرفته و سایر ادیان، سایر در واقع نگرش ها و گرایش هایی که اصولا میتونستن هم طبقه و هم رده باشن با اون به اصطلاح دین رسمی، دیگه در اون رده قرار ندارن و در حاشیه اون مرکز قرار میگیرن. به هر شکلی وقتی چنین اتفاقی میفته، روند برابری در میان اون گرایش ها آسیب زده میشه. درباره قوانین من سعی میکنم که پیوند بدم به سوال بعدی شما و با همون مورد ایتالیا صحبتم رو ادامه بدم. ببینید، در ایتالیا به طور خاص قوانینی وجود داشت از دوران در واقع پادشاهی ایتالیا که آزادی مذهب رو به طور کلی تضمین میکرد، به طور کلی عرض میکنم البته. اما با ظهور فاشیزم یک مجموعه قوانین شکل گرفتن که این وضعیت رو تغییر دادن. با همه اینها مسئله در واقع دین رسمی در ایتالیا وجود داشتش تا هم در دوره پادشاهی هم در دوره فاشیست، تا 1984 در ایتالیا عملا در واقع کاتولیک چرچ به عنوان دین رسمی در واقع کشور ایتالیا محسوب میشد، تا 1984 که در سال 1984 این مسئله تغییر کرد. یک مفهومی داریم به لحاظ حقوقی که بهش میگن دیس‌استابلیشمنت، یعنی یه دینامینیشن داریم که همون رسمیت بخشیدن میشه تا حدودی، و بعد در واقع مفهوم بعدی همین دیس‌استابلیشمنت هست که ایتالیا در واقع اون کلیسای رومن کاتولیک چرچ یا کلیسای کاتولیک رومی رو در واقع در سال 1984 ملغا میکنه، و از اون زمان به بعد ایتالیا یک کشور سکولار محسوب میشه. کشور سکولار کشوری هستش که در اون در واقع دولت یا حکومت یا حاکمیت بیدینه، در واقع هیچ دین یا هیچ اعتقاد خاصی رو برای خودش قائل نیست، یا هیچ ارزش ویژه یا رتبه خاصی رو برای هیچ اندیشه، گرایش یا دین ویژه‌ای قائل نشده. این البته در واقع ساده ترین و مقدماتی ترین ویژگی سکولاریسم هست. من فقط از منظر ارتباطش با دین رسمی عرض میکنم. نکته که شاید جالب باشه درباره ایتالیا بدونیم نوع قوانینش هست. یعنی اون در واقع چند بندی در قانون اساسی ایتالیا که ضامن آزادی دین و اندیشه است، که متعلق هست به 1947، یعنی در واقع
قانون اساسی هستی که 1947 بعد از سقوط فاشیزم شکل میگیره، که یک بند سه داره که در اون تمامی شهروندان از به لحاظ کرامت اجتماعی و برابری و در واقع رفتار قانون با اونها برابر هستن، فارغ از حالا رنگ و نژاد و از جمله مذهب. این کلی ترین بند قانونی است که آزادی مذهب رو شامل میشه، یعنی در واقع مسئله گرایش یا اندیشه مذهبی رو از مفهوم تبعیض در واقع عاری میکنه. بند فکر میکنم 8 قانون اساسی ایتالیا خیلی عبارت جالبی داره، در واقع میگه هر شکلی از ابراز باور مذهبی در مقابل قانون کاملا آزاد و برابره. این به این معناست که شما ابراز باور به یک دین یا بیدینی بکنید، هیچ تبعات قانونی نمیتونه برای شما داشته باشه در ایتالیا، و کاملا ذیل قانون اساسی ایتالیا محافظت شده هستید و آزاد به ابراز اون اندیشه دینی یا باور دینی که دارید. و بند 19 اون مشخصا نکته‌ای رو داره که حتی ما اینو در واقع بند 9 کنوانسیون در واقع میثاق سیاسی و مدنی سازمان ملل هم به این در واقع شکل نداریم، یعنی میشه گفت که این بند تا حدودی مترقی تر از بند دوم ماده اصل نهم میثاق سیاسی مدنیه، و اونجاست که میگه که هر نوع ابراز یا در واقع انجام فرایض دینی یا غیر دینی که مبتنی که مرتبط با باور یک انسان باشه تضمین شده است در قانون اساسی ایتالیا، مگر اینکه مخالف اخلاقیات باشه، اون آیین خاصی که در اون باور انجام میشه، که بعد برای اون هم یک تعریفی قائل شده. در نتیجه میشه گفتش که این اتفاق عملا در آزادی مذهب و اندیشه حتی پیش از اینکه ایتالیا دین رسمی خودش رو کنار بگذاره هم تا حدودی تضمین شده. اما اتفاق مهمی که میفته که مجموعه زیادی از کشورها رو به این نتیجه میرسونه که دین رسمی رو کنار بگذارند، یکی شکل گرفتن مفهوم قوانین بین المللی حقوق بشر هست، و دوم اتفاقاتی است که در حوزه نبردهای مذهبی میفته. ما مثلا میبینیم که در اواخر قرن دهه 20 قرن 20 یعنی 1918 تا 1920 تعداد زیادی از کشورها دین رسمی خودشون رو کنار میگذارن، از جمله مثلا میشه به کشورهایی مثلا هسه اشاره که کشورهای البته کوچیک که این کار رو میکنن، یا مثلا میشه به کشوری مثل بادن اشاره کرد، کشورهای خیلی کوچکی که معمولا همشون کشورهای استعماری بودن و ذیل استعمار کشورهایی بودن که امپراتوری هایی بودن که بخشی از اون حوزه نفوذشون در کشورهای در مستعمره ها از طریق مذهب و از طریق جا انداختن و تحمیل یک در واقع مذهب ویژه و خاص اتفاق می افتاد. و مثلا در جورجیا یعنی گرجستان همینطور ما این موضوع رو میبینیم، در دهه 20 این اتفاق میفته. دیسستابلیشمنت های مختلفی که مثلا ما میبینیم هر کدومشون با یک رویداد تاریخی در ارتباط. من صحبتم رو اینجا خلاصه میکنم فقط در این جمله که بگم شکلگیری قوانین بین المللی حقوق بشر نقش و اساساً شکلگیری یک خودآگاهی در اندیشه سیاسی نسبت به اهمیت تضمین حق آزادی اندیشه و مذهب با شکلگیری قوانین به حقوق بشر مدرن نقش اساسی ایجاد میکنه در کنار گذاشتن دین رسمی و همینطور مفهوم پسا استعماری، یعنی مفاهیم پسا استعماری و استعمار زدایی هم نقش ویژه‌ای داره.